سلام میدم به شما بینندگان عزیز اینترنت برنامه و تغییر روزبه در برنامه چشمانداز ها. سلام بر تو تغییر روزبه عزیز. منم همینطور به خودت و شنوندگان و بینندگان عزیز سلام دارم. امروز سالگرد بزرگترین اعتصاب کارگران یا رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانیه، در شرایطی که دیروز در تهران و 13 شهر دیگه بازنشسته ها در یک اتحاد بزرگی علیه شرایط فقر و فراغت جامعه و سیاست های حکومت اسلامی که بنیان های زندگی بازنشسته ها رو به شکل وحشتناکی به سوی فروپاشی سوق داده اعتراض کردند و شاهد گسترش اعتراضات سازمان یافته بازنشستگان هستیم، در این حال که شاهد اعتراضات پرستاران و ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه و شرکت‌های حفاری و نفت هستیم. این اعتراضات در شرایطی صورت می‌گیرد که شاهد دستگیری بیش از 70 نفر از فعالان مدنی کرد از کرمانشاه تا اشنویه هستیم و فشارهای گسترده‌ای در بلوچستان و شهرهای دیگر هست. شاهدیم که برخی از فعالان بلوچ رو در استان خراسان اعدام کردند و سکوت خبری در قبال این اعدام های وحشیانه این جنایت سازمان یافته دولتی هست. تو این شرایط موقعیت به شکل بسیار بسیار وحشتناکی هست و کرونا همه جانها رو در واقع به خطر انداخته و شیارهای واقعا دورستان ها رو عمیق‌تر میکنه. این شرایط وحشتناک جمع شدن بیش از 3000 نفر از بازنشستگان پیام روشنی به حکومت که مسئله در میانه تیر کرونا و گرسنگی کارگران و بازنشستگان و اکثریت از این مردمان مجبورن به میدان نبرد با سیاست حکومتی برخیزن. ارزیابی شما از این اعتراضات و این سیاست سرکوب حکومتی چیست؟ مسئله اینه که خب از نظر بحران معیشتی که ما به صلاح وضعیت هر لحظه وخیمتری مواجه هستیم که همچنان بدون ترمز داره پیش میره، یعنی تورم گسترش پیدا میکنه وحشتناک و حتی صندوق بین‌المللی مثل جهانی هم که گزارش داده در مورد مثل سال جدید گفته 30% تورم، تازه گزارش هست که خود رژیم به اونها میده و اونها از اونها استخراج میکنن، خواهیم داشت در پیش. یعنی تورم مشکلیست لاینحل در ایران. تورم هم خب یعنی که اصلا شما در یک لحظه به قول یکی از این گفتگوهای با یکی از وزرای سابق کردون داخلزاده روزنامه شب، یه وقتی اصلا مردم ایران در یک عدم قطعیت قرار گرفتن، یعنی کسی نمیدونه که فردا این جنسی که الان میخره چه قیمتی اضافه میشه نمیشه، میره سوپرمارکت، میره هر مغازه ای. یعنی وضعیت چنان مثلا متزلزل و در شرف مثلا تغییرات قیمت ها جهشی میره. در مسکن دو برابر سال قبل رشد کرده. مسکن تو سبد هزینه ها نقش بسیار کلیدی داره، برای مخصوصا اونهای سال مسکن نیستن اجاره و کرایه میدن، بسیار وحشتناکی که 100% برمای آمارهای خودشون بالا رفته. خب این معنی اینه که مثلا قدرت خرید کارگران چقدر اومده پایین، زحمتشان، اونایی که خونه اجارهی دارن، آلونک دارن، حالا اونایی که اصلا خونه ندارن و خانه خراب و اینا هستن که اصلا در ایران بیداد میکنن. در مشهد 10,000 تن یعنی آدم فقط کارتون خواب هست اعلام شده. حالا این همه آمارهای رسمی هستن که همیشه سعی میکنن شکل بدن و گردش کنن و به هر حال کوچیکش کنن، ولی به هر حال اینقدر بزرگی که هرچه کوچیک میشه بازم رقم وحشتناکه.
در یک مشهد مثلا 10,000 تا کارتون خواب، یعنی بیشمار از این جور مثلا تهیدستان وجود داره که اونهایی که به اوجش میرسه در خیابانها کارتون روی پالکا روی تخت ها میز ها صندلی ها اینها شمرده میشن. مسئله اینه که در ایران حق به شدت بیداد میکنه و بیلان حکومت اسلامی در این زمین هستن برشکسته تر از هر عرصه دیگر، در حالی در عرصه دیگر وضعیت چندان درخشانی نداره، سیاست، غیر اجتماعی، فرهنگی، ولی در حوزه معیشت و فلاکت بیداد میکنه. فقط شما یه رقم حساب بکنید که رئیس اتاق بازرگانیشون میگه 90 میلیارد دلار فرار سرمایه بوده، یعنی در کشوری که نسل‌های جوان میان باید اشتغال وجود داشته باشه، چون کشور جوان است که حتی داره از دوران بسیار از این کارشناس ها مطرح میکنن که یکی از فرصت‌های بزرگ طلایی ایران همین جوان بودن بود که یک دوره ای داره، یک تایمینگی داره، مثلا 20 سال 3 دهه 4 دهه ایران تبدیل میشه بعد مدتی بعد نه که خیلی طولانی به یکی از پیرترین کشورهای جهان، یعنی جز 4 کشور پیرتر، یعنی سرمایه بسیار بزرگی که معمولا قدرت‌ها کشورهایی که به هر حال متعارف هستن عنوان انرژی نیروی آزاد برای اقتصاد رشد همیشه تاکید دارن همین نیروی جوانی و کاره که این در واقع اصلا به باد رفته، زمینه که خود این نسل‌های موجود بیکار و فلاکت و بدبختی و چجوری زندگی میکنن خودش مسئله است. پس بنابراین ما برای این مثلا وضعیتی قرار داریم، حالا خانه کارگرین رو سعی میکنن که مدیریت کنن اعتراضات مطالبات و رژیم، ولی در واقع دستونا رو شده اونا خودش از روز این معرکه گیران وضعیت هستن تو مجلس نمایندگان شد در اون قراردادهای جا نقش اینا موزه گیرا همیشه به همینجا منجر شد که الان هستن. یعنی وضعیت اینه که وقتی بازنشستگان میان مطرح میکنن که 12 میلیون در این قطعنامه‌شون گفتن، یعنی تا دیروز 10 میلیون بود، در از یک وضعیت اقتصاد اینطوریه که درخواست کردن که بعد تعمیر بشه 12 میلیون تومان که پول زیادی نیست، یعنی اونها بازنشستگان با حداقل انتظارات دارن زندگی میکنن و معیشت میگذرونن، همیشه اینطوری بوده. اینها وقتی میان 12 میلیون و بعد نرخ به اصطلاح حداقل رسمی 2 میلیون خورده ای، شما ببینید چه شکاف هولناکی مثلا وجود داره، چه افعادی. خب این مطلق این فقر، این تباهی که واقعا به معنی گستردش دیگه از خود آشین قشوری خانم فهمیده اصلاح طلبای اینا که معمولا عدالت تو زبانشون نمیچرخید، این واژه متعلق بود به اون جناب، البته کلاهبرداری و میدونی محمد نژاد اینا چجوری بسو سر میکنن اینا، یعنی خودشون برای اینکه موج سواری کنن اون شعار رو میدن، ولی اینا اساسا در این مورد دهانش آب میکشیدن عدالت اینا بیشتر آدم چیزای لوکس و مسائل از خودشون مطرح میکردن. حالا دموکراسی در گیوه دموکراسی دینی همینطور که خاتمی دوباره مطرح کرد، دموکراسی دینی بابا دموکراسی دینی تشت رسواییش که دهان و به گوشش رو آزار داره میده، تبلیغ که الان زده شده اینا باز دوباره همچنان از اینجور صحبت میکنن. میخوام بگم که حتی اینا مجبور شده در این بسیار صحبت های اخیرشون یه عدالت هم بگنجونن تو اون مجموعهشون، تو اون تزیینات گفتمانیشون به اصطلاح. چرا؟ برای اینکه فقر واقعی بیداد میکنه. اقتصاد ایران الان 3 سال هر سال 7-10% تو رسمی داره سقوط میکنه، آب میره، تولید ناخالص، اقتصاد کلان. معلومه که در این حال شکاف‌های طبقاتی ثروت اندوزی از اون ور به اوج میرسه و ما هر روز میبینیم که گندش چجوری در میاد، حتی توکلی هم که اصولگراست میبینیم وارد صحنه میشه و میگه قصارخانه حضرت مصباح یزدی که جزء مقدسین بود، قدسین رژیم بوده به اصطلاح، اونطوری ازش یعنی چهره میساختند و میسازند، همونطور که از قاسم سلیمانی میسازند، اینجا هم در حوزه روحانیت هم اونم این قدسیشونه، اونم اون قدسی نظامیشونه. ببین اینها 40 میلیارد هم تو پول گرفتن برای قصارات خونه شون، حالا اونجا اصلا کرونا و دیگر نیستن، و بعد رسوایی اینقدر دامن گرفتی که از بسیار مسائل عجیب غریب که روزنامه های داخل کشور این دفعه مطرح شده بود در رسانه ها در شبکه های اجتماعی،
همین در واقع میلیاردری، مثلا میلیاردر گفتن برای اینا کوچیکه، بعد واژه ها و رقم های بسیار کلان رو در موردشون گفت که غسال خونه، یعنی کسی که اصلا قرص داره، خودش اصلا جزو میلیاردرهای درجه یک، یعنی همه چیز تبدیل شده به پول و کاسبی و قارتگری بودم در خود اون روحانیت و خود اون اصولگرایانی که بیش از همه جانماز آب میکشن وقتی صحبت میشه. روحانیت همیشه در واقع در کنار بازاریان و تجار و اینها بوده، حالا که دیگه و سلطنت در گذشته، الان که خودش دیگه صاحب سلطنت شده و کل در واقع اقتصاد و ثروت جامعه در اختیارشه و در واقع یک غنیمت آشکار هست براشون، این فرصت رو هم غنیمت میشونه که تا اونجایی که میتونه در واقع بخوره از تعیین بودجه های عظیمی که برای نهادهای اسلامی و نهادهای روحانیت و خانواده های این آیات و اعظام تا برادران خامنه‌ای و اینا هست، تا برادران روحانی و امثال هم، شما میبینید که هیچ جا نیست که پرونده‌ای در واقع نباشه از غارت‌های بزرگ ثروت ملی. و توی این شرایطی این غارت‌ها هست و به قول ناسستا ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی و واقعا وحشتناک بودن سطح حقوق مستمری، ما شاهدیم که بیمه‌های رایگانی هم وجود نداره، اونجوری که به اصطلاح جز حقوق بازنشسته ها و تمام کارگرانی که بودن. و ما توی شرایط وحشتناک کرونایی و ممنوعیت و ایدئولوژیک شدن در واقع واکسن، شاهد اعتراضات دیگه هم هستیم در ارتباط با مسئله واکسن و ایسی واکسیناسیون عمومی رایگان فوری رو سازمان دادن. توی این زمینه ببینید چقدر این در واقع مسئله مالی، مسئله نه فقط مسئله ایدئولوژی، مسئله مالی هم تو این زمینه ارتباط داره و در ساویه قارهایی که داره میشه. در مورد واقعیت اینه که در مورد وضعیت مالی و شکستگی رژیم شکافهای طبقاتی هم بیداد میکنه در کنارش، یعنی مردم وقتی میبینن فقر تساعدی اضافه میشه بدبختی، اون طرفش ثروت رو میبینن چجوری چپاول میشه و چگونه فساد و گندیدگی اصلا غیر قابل کنترل. حالا رئیس قوه قضاییه رو بردن تحت عنوان این که مبارزه با فساد فلان، ولی خود این قوه قضاییه در واقع فاسد هست، مرکز اصلیش هست، و کما اینکه همین مصباح یزدی و اومدن تکذیب کردند و سعی کردن همین به اصطلاح توکل رو خاموش کنن اصولگرا رو، و حتی بهش گفتن این بیمار و اصلا عقلش کار نمیکنه، بیماری لرزه داره، فلان داره، نقوه داره، اینها این هم گفته بابا یه خبرها چیه؟ حالا من یه گوشه نوک یخ رو دارم میگم، چرا هول برداشته شما رو؟ چون خودش به اصطلاح میبینه که فساد اینطوری و اصولگرایان اینطوری هستن، فکر میکنه مثلا به این ترتیب میتونه رو یکم ترتیب کنه و آینده رو نجات بده. ببین مسئله بر سر این هستش که ما از یک طرف میبینیم که مسئله مطالبات تبدیل میشه به یک سونامی بزرگ، باید این جنبندی صورت بگیره که جنبش مطالباتی هر کاری بخوای بکنی، الان این شرایط سرکوب وقتی کارگران یا مثلا بازنشستگان در 13 شهر در 40 شهر در شهرهای متوسط قیدی، در این شرایط سرکوب که 3 نفر نفر جمع میشن تجمع میکنن و یک نوع حرکت سراسری نشون میدن و فقر و شعارهاش و همه اینا رو میارن صحنه و فساد و همه اینا رو، اینها نشون میده که ما به اصطلاح با یک جامعه ای هستیم که جنبش مطالباتی و مسئله انفجاری بودن این یک مسئله بسیار جدی هست. برای همین ما باید از این زاویه رو در نظر بگیریم که خود در واقع این انباش نارضایتی ها با توجه به اینکه اون جناح هم نمیتونه سبدش بریزه، چون الان ویژگی شرایط کنونی با گذشت احمدی نژاد ها اینه که اون تاریخ که میگن یک بار تراژیک یک بار کمیک میاد به صحنه، الان کمیکش، یعنی هم خواهد دوباره همون بساط را بندازه مجلس و شعارها و فلان. یکی از اعتراضاتی که مثلا همین قطعنامه کرده این نرخ 17,000 است که مجلس تعیین کرده، یعنی چگونه این در زندگی
همین بازنشستگان و مردم تاثیر میذاره و اینا واسه همین جناح در واقع افراطی و شوگرایانه تصویب شده. یعنی منظورم که حنای اینها هم بیرنگ شده کامل نمیفهمیم. خب در شرایطی که جنبش قلیان یعنی پتانسیل ها میره بالا، اعتراضات انفجار، از یه طرفی رژیم هم نمیتونه اینو جمع کنه و دستش رو شده رسوا شده، خب معلومه که خروجی این جریان چه خواهد شد. دیر یا زود شده میشه گفت. پس من اولی جنبش مطالباتی باید در نظر داشته باشیم. واکسن هم الان تبدیل شد به یکی از مطالبات اضافی جنبش. هم تو اشاره کردیم مثلا دانشجویان حتی ارجمن های اسلامی هم اعتراض کردن. بسیاری از تشکل های پزشکی، نهادهای پزشکی، بهداشتی بیداد میکنید مثلا این بحران تندرستی و چگونه مدیریت مثلا به صورت کاذب و به صورت اینکه پنهان سازی میشه صورت میگیره. دارن بیانیه دانشجویان اومده که مدیریت که شما همیشه پنهانه با جان مردم چجوری بازی میکنید. کارگران برای تبدیل شده به یکی از مسائل مشخص. حتی یه دهی رفتن حالا برای که فتوای خامنه ای رو بسیار خراب کنن. خب معلومه فتوا از سیستانی هم گرفتن یه دهی که اون برخلاف این مرجع نظر داده. ولی خب معلومه که خامنه ای از مرتجع‌ترین در سه قدرت و در اوج ارتجاع خودش یه زمان پیپ میکشیده، ولی الان ما به هر حال مسئله به اینجا کشیده که مثلا فتواهای صادر میکنه که به هر حال یه زمان بود تلویزیون حرام، الان که باکسن حرام. مسئله اینه که جان مردم برای که گروگان گرفت شده در ایران وضعیت اینطوریه. حکومت در واقع مسئلهش اینا نیست. اگر هم واکنش نشون بده فقط به خاطر اینکه اینا خاموش کنه کنترل کنه وضعیت خودشو. تمام تصمیماتی گرفته میشه الان در بودجه فلج، یعنی اقتصاد یه طرفش اینطوریه، یه طرفش اصلا رژیم فلجی به معنی اینه که یکی از همه باز وزرا اومد گفت ما دولت دیگه در نداریم، یعنی دولت وجود نداره، دولت رسمی فلج کامل. شما به نکته خوبی اشاره کردید که دولت وجود نداره. ما شاهد در واقع جنگ بسیار گسترده مجلس و قوه قضاییه و نمایندگان رهبری و بیت رهبری با همه دولت هست. دولت به اصطلاح روحانی، دولتی که حتی بودجهش هم خوانده نمیشه در مجلس و مدام اونا تبصره هایی وارد میکنن، چیزهایی وارد میکنن برای دولتی که اصلا کاملا به فلاکت افتاده و تمام طرحهای به اصطلاح همین به اصطلاح بازگشت برجام و مسائلش رو کاملا با سیاست های دیگری در واقع به هوا میبرن. این جنگ رو چطور میشه معنا کرد؟ یا در این دوره‌ای که دولت در واقع کاملا خل اصلاح شده و واقعا دولتی در سایه است، تا دولت در سایه است که حکومت میکنه تا دولتی که به اصطلاح دولت روحانی. ببین الان اصلا از سایه هم دیگه در اومده. قبلا به هر حال که سایه بود، الان مجلس رو تصویر کرده، قوه قضاییه رو تصویر کرده، صدا و سیما هر روز به صورت آشکار و رسمی پروژه هاش علیه دولت و این جناح اصلا ناست مسئله. نه که مثلا ترامپ فلان رو یه چیزای فحشای بینون میدن در کنار مسائل، ولی مسئله اصلی اینه. چنان به اصطلاح مسئله داغ شده که روحانی که به اصطلاح بیخیال تری بود، یعنی خوش من امنیتی ها توی این سیستم بوده که میشناسه و میدونه تا حالا حضور شده اصلا این سیستمه، اینقدر خشمگین شده که فریاد زد که بیاید من دستور دادم منو بگیرید، شما وزیر چرا گرفتید؟ چرا اونها بسیار ببین الان وزرا رو میگیرن، الان حتی روحانی رو ممکنه بگیرن، یعنی احضارش کنن برن دادگاهش کنن. یعنی میخوام بگم الان مدتی است که در ایران یه خلعیت قدرتی در همین دولت موجوده، همین ساختارهای موجود ها دارم صحبت میکنم، شده که این از این ساختارها در واقع یک کدو یک گندیده ای هست که شما از بیرون میبینید کدوه، ولی گندیده شده دست بزنی فقط این اسکلت موریان خورده است کامل. یعنی کاملا اینها به یه شکل مثلا دکوری درست کردن که دولت به اصطلاح جابجایی قدرت صورت گرفته حتی در این ساختار. هر روز هم داریم میبینیم
مثلا مثلا دعواها به اونجا رسیده که شما میبینید که چه معاونش چه رئیسش چه مثلا الان برادر مثلا جهانگیری رو الان دراز کردن، حالا همشون فاسدن سر تهیه کرد باستن، ولی این که تحت عنوان فساد واقعی داره مبارزه با یه تحت عنوان برند فساد برای هدفهایی دیده، اینا اینطوری عمل میکنه، یعنی همه مردم هم میفهمن که این دعوا سر لاف ملاست، تحت عنوان فساد بگیر و بند خود اون جناح مخصوصا دستش هم داره رو میشه. شما قبلا بنیاد مستضعفان رو دیدیم چگونه به اصطلاح فاتح فلان اینا واسه یک آدم روز شد، حالا دیگه صحنه کمتر میاد. ببین خود اون اصولگرایان مثلا اصولگرایان رو داره افشا میکنه توکلی، نه فقط اون جناح و قبلا رو رو میکردن که میکنن الان هم اون ادامه داره، ولی فساد شطور خوابیده در اونجا به طوری که مثلا مسیح مهاجر که یکی از به صلاح آدم هاش توی مجلس خبرگان هست و رئیس روزنامه جمهوری او هست، کسیست که در مثلا زوب در خمینی و در نظامه، کسی در این تحرید نداره، ولی آش دیگه این مشروع میشه که فریاد همه در میاد. مثلا این الان چند مقاله داره میشه، مقالهاش همش مثلا کیچای خیلی مثلا تند داره، مثلا یک مقاله نمیشه تحت عنوان سه دال دزدی و دغلی و فلان اینا در جامعه بیدار کنه، غارتگری و دزدی و دغلی، و این خوشدار داده که جامعه بسیار دیگه اصلا قابل چیز نیست اگر تکان نخوریم، و حتی اینو مطرح کرده که جالبه که دو تا مثلا مطرح کرده، گفته دو عامل میتونه متقابلا وارد که این کنترل کنه، ولی اوضاع دست طرف یکی رهبریه، معنیش که رهبری هم خودش نیست تو این جریان، یعنی مقابله نکرده باید بکنه، یعنی با این لحظه صحبت کرده که رهبری باید این کار رو بکنه، باید بکنه، یعنی وظایفی که رهبری انجام نمیدهد، یعنی وسیله این آدم ها این مطرح میشه. یک طرف هم که جامعه اعتراضات اینا باید بسن واسطن جلوی اینها و بسن جلوی کنه. پس ببینید مسئله صدار قبلش خود این یک مقاله نمیشه سر مقاله ها سمش که آینده بسیار تیره است، به خاطر اینکه انتخابات تمام شده است، اون که تشریفات شروع همه جوکه گزین شده، مسابقه تمام شده، پیروز هم تعیین شده. ببین کسی مثل اینا داره اینا رو مطرح میکنه دیگه، اینا زبان جناه مثلا مخالف اونا نیستا، از درون مثل خود سیستم. پس بنابراین انتخابات هم به یه چیزی مثلا مسحکه تبدیل شده. دعواها مثلا اینقدر حاد هست که کاملا مشخص بود که روحانی کاملا برافروخته عصبانی تحت بسا، قبلش هم موازهش رو گرفته بود الان، و مخصوصا این رو باید در نظر بگیریم با اومدن جو بایدن، حالا بحث سیاست خارجی نمی کنم، این تغییر قدرت در آمریکا، این دعوا حادتر هم شده، بخاطر اینکه این جناح بیش از گذشته نگران اینه که مثلا افکار عمومی زاغی عمومی دوباره برگرده یه جوری بشه، اینا نتونن تو انتخابات یعنی از چنگشون در بره، و الان همه چی سناریو روشن شده کاملا. پس بنابراین دعواها بخشی از در واقع محصول بحران هست، وقتی اقتصاد بالا میره، فساد بالا میره، همه نگران آینده هستن، یا نمدی میدانه میکنن برای کلاهی به سرشون بذارن، یعنی نصیبی بهشون ندید، برحال اعتراضات بخش های مختلف از بندرهای مختلف اعتراض میکنن، اتفاق میفته، یک بخش جامعه هست، یک بخش درون حکومت باستا پیدا میکنه ساختارها، و این مسئله اینه که اصلا رژیم در واقع نظام چارچوبش که کنترل بشه، یه حکومتی به فلاز قواعد کارش و ایناش داشته باشه، بیقانونی مثلا بیداد میکنه هر لحظه، رسانه ای که برای این که بتونه مثلا جامعه رو مشکلات حل کنه تیراندازیش تفتیراندازیش به خودشونه، صدا و سیما شبکه های اجتماعی وارد سرشان و این غیر قابل کنترل کرده زمین گردش اخبارو و رژیم نمیتونه اینا رو کنترل کنه. چرا مثلا این وزیر رو گرفتن و مثلا با التزام آزادش کردن؟ به خاطر اینکه اینستاگرام و چرا فیلتر و اون طور که اینا میخوان بگن نکردی. روحانی میگه 50 میلیون نفر اینجا مثلا هستن، 49,000 تا 50,000 شرکت فقط اونجا کار میکنن، از طریق چون شبکه بحران و شرایط کرونایی و غیره هست، خب این شبکه ها نقش دارن، همین اینستاگرام، خب اینا رو میخوام ببندن، یعنی دعوا سر این کنترل کی بگیره دستش در مثلا اومدن وزیر رو بردن که چرا مثل اینستاگرام اونطور که ما میخواهیم
کنترل نمی‌کنید و ما می‌دونیم که این شبکه‌ها به هر حال حالا اصلا اینا کنترل کردن بازم تجربه نشون داده که شبکه‌ها قابل کنترل نیستن. اطلاعات و چرخش اطلاعات چنان زیاد میشه فشارهای از کار عمومی است. همونطور که عباس عبدیان اشاره کرده، مجبورش اشاره کرد گفته که خب ما تو قدرت کنترل رو نمی‌دونیم، کسی نفس بکشه روزا ما جرأت نمی‌کنه. شبکه‌ها هستن که اومدن این رسوایی‌ها رو اینطوری بالا بردن، همین در مورد مصباح یزدی، در مورد نمی‌دونم وزیر که بسیار چگونی شبکه ها رو اونطور دستگیر کردی کنترل چه نمی کنی و فساد هم قصارخونه و میلیارده که در واقع قصار یه زمان قصارخونه بدبخت آدم ها بود چیز که اونجاست و میلیارده ها ببین همه اینها رو افکار رو چنان به اصطلاح فشار وارد میکنه روز به روز که رژیم مجبور بشه که یا مثلا آخریش همین چک زدن سرباز بود چگونه تبدیل شد به یک رسوای باطلی بزرگ که طرفی که اصلا میگفت اون به من کتک زده فلان زده مجبور شد به پوزش بخواد. بهش گفت البته پشت صحنه که بابا این مسئله از اونا نیست که تو میخواد که بهش خواستی قربانی میشی و میخواستن یه هیئتی درست کنن رئیس مجلس و خیلی از پشت بهش گفتن اینا من بزن به بالاخره پوزش خواست ولی اولش اصلا اون زد من و اون کتک زده فلان من حقم فلان یعنی با یک اصلا اصولگیران که ما در اینجا چون وسط مردم که انتخاب نشدن شد زور داشته باشن اینا از جای دیگه انتخاب شدن قدرت شدن نیروشون و راندشون و به همه دلیل تکیشون هم نمیگذه مشکلی ندارن با افکار رومی از در خودشون ولی خب کل سیستم مجبور اینا رو محاسب کنه و الان ممکنه اصلا کنترل از دست سر بره به خاطر اینکه شبکه های مجازی دیگه تحت عنوان کنترل نیستن و میتونه مسائل رو زیر رو کنه. رئیس مجلس اعلام کرد که کمتر از یه ماه حدود 17 کیلو اورانیوم 20% تولید شده و این در شرایطیه که در واقع طرفهای اروپایی و طرفهای برجام خواهان بازگشت جمهوری اسلامی به همون توافقات گذشته هستن که در برجام بود و در واقع برای اینکه آمریکا هم بتونه برگرده و پیش شرطهایی نباشه. تو این دوره ما شاهد واکنش‌های متعددی توی سطح بین‌المللی خصوصا منطقه‌ای هستیم. ما وزیر دفاع اسرائیل رو به مسئله آمادگی حمله به ایران و در واقع طرح حمله به ایران رو مطرح کرد و مسئله همین به 52 که حتی بعد از رفتن ترامپ هم در بالای خلیج فارس در حال گشت زدن با فانتوم‌های قبلا اسرائیلی در دوره ترامپ و امروز با همراهی در واقع هواپیماهای نظامی سعودی ها. تو این موقعیت شما ارزیابیتون چیه؟ این شروع بازی ها و در واقع پروپاگاندایی که مجلس و نمایندگان و رهبری در واقع علیه برجام گذاشتن و طرح‌هایی که دارن از اون بر تهدیدهای در واقع فرانسه خصوصا فرانسه و انگلیس به ایران که باید به مقررات برگرده و سفرهای در واقع ظریف هست به روسیه و واکنش‌هایی که به وزارت خارجه ایران داد که گفت به خارجه آمریکا ظریف نشون داد که گفت به این به اصطلاح باید حواستون باشه اون شکست سیاست حداکثری ترامپ رو در نظر داشته باشید و بدون پیش شرط بیاد. این مجموعه رو چطور میشه ارزیابی کرد و آینده برجام رو با این شرایط کنونی؟ آره الان که بعد از 7-8 روزی که الان تیم بایدن اومده یه مقدار خب روشن شده مسائل نسبت به گذشته و تا اینجا کاملا الان داره خودش نشون میده که سیاست حداقل رسمی آمریکا اینه که یک در درجه اول با کشورهای اروپایی و همپیمانان نزدیک گفتگو بکنه، هم نظری کنه در مورد ایران، بعد با چین و همزمان البته متا فرق میکنه مراتبشون با هم و با روسیه که اجماع جهانی ایجاد کنه. این کاملا روشنه و صحبتایی هم که بلینکن کرده همینو گفته و شرط و شروط هم که گفته اول باید ایران بره تعهداتش اجرا بکنه، یک دو راستی آزمایی بشه که این تعهدات خوب اجرا شده، بعد ما وارد میشیم، 3-4 گسترش میدیم و پیمان ها و
به اصطلاح چیزهای بسیار نگران کننده سیاست های ایران رو عیان عمل گفته. روی اینها بعد به اصطلاح صحبت میشه، ضمن اینکه میارم توی برجام. پس بنابراین این چهار تا محور الان روشن شده و قبل از اینکه حتی با ایران گفتگو بخواد مستقیم یا صورت بگیره گفته عجله هم نداریم. چرا عجله نداریم؟ دلایلش هم روشن. دلایلش اولا بعد اجماع جهانی جات کنید سیاستی هست، یک. دو، به دلیل این هستش که میبینه که به اصطلاح فشار روی ایران هست. یعنی ترامپیزم میراثی که داره که اینا ول نمیکنن، که معلومه که ول نمیکنن، طبقه حاکم و نهایتا دعواها رو بعد از سر جای خودش قرار بدیم. منافع آمریکا و طبقه سیاسی حاکم کلا علارغم درگیری هاشون به قول معروف ممکنه گوشت گمگر بخونه استخوانه هاشون دور نمیریزن. اینها در این حوزه ها رسما گفته گفته ما سیاست های ترامپ در این حوزه پی خواهیم گرفت. قبلا ما میتونستیم با حس و گمان اینا بگیم و میگفتیم، یعنی اون کسایی تحلیل میکردن ارزیابی میکردن، ولی الان دیگه اینا به زبان دیپلماسی داره جاری میشه. این یک مسئله است. پس بنابراین در مقابل تعرض رژیم، رژیم هم تعرض خودش کرده بود و میخواست دستور کار آمریکا رو در حالتی که مثلا تهاجم داره و قدرت چانه‌زنی داره از طریق همین غنی‌سازی و اورانیوم و جمع کردن و مثلا اینها، حتی مسائل مثلا فلز اورانیوم که اروپا و انگلیس اینا گفتن خطر نظامی داره، ما نگران این جنبش هستیم. حالا بقیه میرسه به نظامی ولی این اصلا مستقیما بی ارتباط با اون نیست چون جنبه های دیگه نداره کار کردی چون اینا در دستور کارشون قرار دارن. هر روز حکومت اسلامی و چه ظریف چه سخنگوی وزارت خارجه چه بقیه به اصطلاح دست اندرکاران سالی و غیر و اینا میان مطرح میکنن که در همین روزهای اخیر هم دوباره مطرح کردن که ما همونطوری که مجلس تصویب کرده قانون کرده متعهدیم به اجراش و در فوریه و در فلان تاریخ اینا از مثلا لایحه الحاقی ها بیرون خواهیم اومد، تمام تعهداتمون از دست میدیم و اینها رو رو میز میذارن همین هسته ای، یعنی بازی با مثلا سوی هسته ای. و اونها میدونن که ایران با تهاجم که نمیشه باش مبارد، اول بعد این بازش رو بخوابونن و بعد بتونن مذاکره کنن. حکومت اسلامی هم درست با کاری که میکنه اینها رو اون اجماع و سیاست اونها رو هموار میکنه، کما اینکه روسیه هم یک جوری دو پهلو مطرح کرده که ما اورانیوم های افزوده رژیم و مازاد شو ساده میتونیم بکنیم، یعنی بهانه رو بخواد از دست مثلا رژیمی که میگه کشم نیست با آزار فلان بحران و خروج از برجام داره میگیره. از یک طرف مطرح کرده که امیدواریم ایران به اصطلاح با بازگشت آمریکا شرط شروع نذاریم کار بکنیم، ولی به هر حال یک گرایش های وسط وجود دارن که به صورت نه مثلا اکستریم و حد اکثر و حد اکثر این برای وسط ها گام های متقابل برده، یعنی جان زنی های بکنن و بعد اینجا اسرائیل هم این وسط نقشی میشه خودشو بازی میکنه که اشاره کردیم. و اون اینکه اسرائیل متوجه یک چیزی شده، یعنی همه متوجه هم متوجه اسرائیل به شدت چون زینفه روی برنامه داره متوجه شدنش، یعنی تبدیل شده به یک مثلا برنامه عملیاتی. و اون اینه که میدونه که یک سوراخ سنبهی در دفاع حد اکثرش از این طرف اسرائیل و کشورهای عربی مثل عربستان اینا خلیج اینها مطرح میکنن، امارات، که بازگشت به برجام خطای استراتژی بزرگه، نباید برگردیم، دفاع میکنن سیاست حد اکثری ترامپ. اسرائیل که رسما هشدار داده به با زبان، یعنی دیپلماسی که پشت پرده تمام شده و سریع مثلا بایدن و نیروهایی که در آمریکا لابی قوی داره میخواد بسیج کنه حول این مسئله و همین دلیل رسما وارد صحنه شده و اعلام کرده که بازگشت نباید بشه، هشدار اصلا تهدید کرده، یعنی دستور عمل صادر کرده برای دولت بایدن. پس بنابراین این مسئله از یه طرف دیگه میدونه که بایدن و خیلی هایی که مخالف سیاست‌های بایدن هستن که شاید اروپایی حتی بخشن و کارشناسان تمام روزنامه‌های جهانی ها که اون به هر حال بایدن سیاست حد اکثرش یک مجرای حفره توش بوده، حفره بزرگی که نمیشد جمع کرد و اونی که به هر حال ایران رو فشار وارد میکنه ولی نمیتونه سرنگون کنه، نمیتونه مثلا وادار به زار زدن به اون حدی که میخواد بکنه. در اینکه ایران هم راه های به اصطلاح گریز هسته ای رو، یعنی طغیان هسته ای رو به عنوان ابزار بهش نزدیک شده و رسما اعلام کرده، بلینکن هم اعلام کرده، گفته الان
دو سه هفته بیشتر، حتی اسرائیل گفته چند هفته، یعنی این فاصله شده، حتی اسرائیل. و همین در اسرائیل میدونه که ایران داره با این کارت بازی میکنه و بعد برای این هم یه پاسخی داشت. و همین در پاسخی رو که اسرائیل میشه که غیر منتظره، یعنی در گذشته همه این اتفاق میفته ولی به صورت دیپلماتیک غیر رسمی بدون این که خودش نشون بده در انظار، تهدیدهای مثلا زمینی تلویحی بود. الان رسما اومده اعلام کرده که چه خودش چه رئیس داد همه اینا که ما آماده مثلا پروژه هستیم، دستور میشیم به ارتش کاملا برای حمله به تاسیسات هسته ایران، حمله رسمی، نه دیگه اون از پشت خرابکاری های در اون حد. چرا؟ برای که باید برای سیاست این که بازنگرده به حد اکثر از بین نره و برجام بازنگرده، بعد این راه هم در مقابلش گفت و اونم اینه که بعد راه هایی که رژیم میره در مقابل اون سیاست اکثری و تهی کرده رو با این شیعه بعد از بین برد. پس بنابراین ما میتونیم چکار کنیم؟ محاصره کنیم رژیم رو، یعنی از یه طرف فشار حد اکثر اینقدر باید بالا برد ادامه داد، از یک طرف دیگه با آوردن بسیار عنصر نظامی تهدیدات تحت تاثیر که اسرائیل هیچ وقت به صورت رسمی نگفت ما اینو اعلام کردیم آماده هستیم و ارتش الان اعلام کردیم و قبل از اینکه اصلا مخاطبش ایران باشه ایران گفته اینا هیاهوست ما نمیترسیم فلان، به خود بایدن و به طبقه بسیار سیاسی حاکم امروز آمریکاست که اونها رو زیر بسیار فشار قرار بده. در یه چنین شرایطی فرصت ها وجود داشتن به قوه ولی تهدید ها هم وجود دارن چون جریان های مختلفی هستن. حکومت اسلامی ایران اون جناح میتونه جوری بازی کنه چون دولت هم کاملا خلیت شده در این حوزه، یعنی سیاست میشه رسما ظریف گفت همه اونها ما مخالف بودیم فلان با این برنامه دولتی و مجلس اینا ولی سیاست دیگه اومد کشتی بارا، ما هم عنوان وزیر خارجه موظف هم اجرا میکنم اجرا خواهم کرد چون من کارم اینه که در انظار جهانی هم را اجرا کنم، نظر شخصی مهم نیست. ببین همه چیز اتفاق افتاده در ایران، کودتایی که میگیم سیاست تا فلان. پس بنابراین دولت هم کاملا خلیت شده. الان در واقع یک فرصت هایی که بعد از تغییر شیفت قدرت در آمریکا اتفاق افتاده به عنوان فرصت های بالقوه واقعی هم بودن برای کنار اومدن، میبینیم که عوامل دیگری دارن وارد میشن که این فرصت ها رو از بین ببرن، تبدیل کنن به شرایط به اصطلاح حداکثرتر، یعنی تهدیدات نظامی هم روش سوار میشه که در گذشته نبوده، این ضعفش بوده که ایران جلودار شده چون ایران مهره های به حرکت داده بعد این مهره ها رو مات کرد، مات کرد در اساس واقعیه. پس بنابراین حساس‌تر شده مثلا در بیزنگاه. حالا باید دید که در این چنین شرایطی ببینیم که اینا سعی کنن اجماع جهانی رو ایجاد کنن اگر بتونن این کار رو بکنن و از طرف اسرائیل و این شرایط مثلا تهدید میشه به ایران که حمله کنن و وادار کنن که به هر حال ایران یا اینجا کوتاه بیاد یا اینکه اگر رفت مثلا پروژه هایی در مورد چیز را بشه چون نمیشه کشوری رو بپذیرن. نه اسرائیل میگفتم تحقیق کردن به آمریکا هم اعلام کرد، دولت جدید اعلام کرد سیاست بایدن جلوگیری از تصنیع مثلا ایرانه مثلا سیاستی که اعلام کرده هم ایران پروازهای بمب‌افکن پنجاه‌دو در دولت جدید هم شروع شد. خب اینا در واقع ترامپ ادامه داده بود خب میکرد ولی اینها هم دارن به این علامت نشون میدن. رسما گفتن به خاطر اینه که جلوی تهدیدات ایران، شانتاژ ایران، شانتاژ حمله به شهرهای متحد ما، فشارها و بدونن که حالت بازدارندگی سر جاشه. یعنی ما میبینیم که بالقوه عناصر بحران هم داره تشکیل میشه، یعنی در دولت جدید هم بمب افکن های هسته‌ای داره اتفاق میفته. حالا هسته‌ای منظور نیست که من هسته‌ای بذارم ولی اینا بومفکن های بسیار مهم استراتژیک هستن که بسیار در بازدارندگی نقش مهمی دارن در محاسی بازی و نظامی شد. پس بنابراین اینا بودیم که وسط دولت جدید به مهره ها در استفاده میشه. و در مورد سیاست های دیگه منطقه ترامپ هم الان مثلا فرمانده نظامی مورده رفته پایگاه های عربستان رو داره فعال میکنه، چه تا پایگاه و مانور مشترک عربستان و آمریکا داره صورت میگه تا همین در واقع بمب افکن ها و اینها رو در واقع جای عربستان هم شرکت کردن در از مانور نظامی. ببینید همه اینها داره اتفاق میفته و ما با یک وضعیت مواجه هستیم که هم عناصر فرصت ها هم عناصر تهدید ها به پای هم پیش میرن.
خب اینجا حکومت اسلامی اون جناح فرضش اینه که اونا وضعیتشون خرابه، مشاورت خودشون میدن اینا. حتی اینم بگم که اون جناح دیگه هم در این مورد اعلام کرده ما با ترامپ همدستیم و با بایدن همکاری خواهیم کرد در مورد ایران. جناح جمهوری خواهیم کردن در حال استیزار هست و دعوا هست، ولی در این حوزه اعلام کردن که بازگشت نباید کرد، نباید عجله کرد و هشدار دادن به بایدن و گفتن در این دو تا حزبی کار میکنیم، در این عرصه به هیچ وجه مثلا حزبی یک جناح در مقابل جناحی کار نخواهیم کرد. و حتی تیرون سلیمانی هم دفاع کردیم، رئیس سنا، رئیس سابق سنا از طرف جمهوری خواهم. پس بنابراین ما ببینیم که اوضاع آرایش جامعه بعد موزگیره های فرانسه رو میدونیم که رژیم ایلا میگه پلیس، بعد دوباره فرانسه برگشته به جلد قبلیش که شرط گذاشتن که اول باید ایران بریم، در حالی که ما میدونیم یه هفته پیش، ده روز پیش قبل از اینکه باید بیاد، اینا بیانیه هایی دادن که اول قبل از هر شرط و شروطی آمریکا وارد بشه. ولی اون روحیه تهاجمی که ایران گذاشت روی میز از نظر خودش که تاگه خلایی میتونه بره، باعث شده که همه اینها هم سیاستشون عوض کردن. الان رسما چه آلمان چه انگلیس چه به خصوص فرانسه اعلام کردن که اول باید ایران تعهدات اجرا کنه بعد آمریکا برگرده، یعنی حتی مخالفن که آمریکا الان برگرده، در حالی که در گذشته عکسش گفته بودن، مرکبش هم خوش نشده. پس بنابراین سیاست های تهاجمی رژیم ایران و جناح و خلعیت این قدرت در جناح در درون حکومت میتونه حتی فاجعه هم بیافرینه، یعنی کاملا مثلا به ضد خودش تبدیل بشه. نه اینکه الان ارزیابی من این باشه که تبدیل شده، چون هنوز این پنجره فرصت به قول معروف بسته نشده، ولی کاملا در این شرایط جدیدی ما قرار گرفتیم که بسیار باید هوشیار باشه افکار عمومی، جنبش ها، مثلا تشکل ها، نهاد ها، و ایران رو که به حالت جنگ طلبی به هوا برنشسته فکر کرده که بعد دیگه الان شرایط اصلا کاملا عوض شده و میتونه مثلا بازی های دیگه کنه و در حال تهاجم خودش قرار اونا رو در حال تدافعی قرار بده، که چنین واقعیتی وجود ندارد. بازی با شرایطی که شما قدرت تهاجم واقعی ندارید کوبابینه، میترکه و این ترکیدن برای مردم ایران هزینه داره. توی دوره ما خب شاهدیم که این یه دوره قبل از برجام نیست، دوره بعد از برجام که الان دوره بعد از ترامپ هست، ما شاهدیم که اگر قبلا اسرائیل در مرزهای خودش محصور بود، امروز اسرائیل در منطقه خلیج فارس حضور داره، حضور رسمی داره و زیربنایش میفرسته در قطر، در قطر و امارات در واقع بحرین تقاضا چیز کرده، پیشنهاد کرده که گنبد آهنین براشون بسازه، همکاری‌های امنیتی رو سازمان بدن، خود تهدیدهای نظامی در واقع به یک امر صریح و روشن تبدیل شده، دیگه فقط بحث بر سر کشتن سلیمانی و در واقع مسئولین نظامی و مدیران اتمی در واقع حکومتی نیست. در این حال ما شاهد یک رسمیت، یک رابطه سعودی ها و بحرینی ها با اسرائیلی ها هستیم تو این دوره که بحرانی ترین دوره اقتصاد ایران هم هست. ولی خب چرا علارغم این موقعیتی که انزوا هست و یواش یواش ما شاهدیم که حتی آمریکا از اون حالت انزواش در میاد، انزوای ترامپی با کشورهای دیگر اروپایی متحد میشه، فکر میکنی اجماع جهانی و منطقه‌ای موقعیت ایران رو بسیار بسیار شکننده تر از گذشته میکنه برای پیشبرد هدفاش؟ خیلی تاثیر داره اگر اینا بتونن اجماع جهانی ایجاد کنن، یعنی چین و البته چون خب ظریف و دولت خیلی تلاش میکنن که چین و روسیه رو یارگیری کنن با فضای پسا ترامپ از نظر نفتی قیمتی و مثلا مراودات و مبادلات، خیلی تلاش های دارن صورت میگیرن در ارمنستان، در آذربایجان، مذاکرات در رابطه ترکیه سوریه، همه اینا، یعنی خیلی ایران تلاش میکنه که به شکل استراتژیک به اصطلاح اینها رو، ولی مسائل اونها با ایران استراتژیک نیست برخلاف تصور خود ایران. الان بلینکن مطرح کرده که ما با چین هم اصطلاح بومان بزرگتر رقیبمونه، هم باید بزرگترین رابطه رو باید باشه داشته باشیم. ما
باید اینو مدیریت کنیم. و نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل رسما گفته که روسیه رو دعوت کردید به همکاری در شورای امنیت در رابطه با ایران با آمریکا. یعنی در واقع جلوسش، جلوسی که کرده در سازمان ملل اولش با همین پیام وارد شد. یعنی کاملا روشن این سیاست های آمریکا اینه که مثل دوره قبل یک اجماع جهانی ایجاد بکنه و بعد منافع اونا در رابطه با ایران خب معلومه که من در مقابل منافع مشترکی که در اون حوزه‌ها دارن، چه روسیه با اروپا و آمریکا و چه به خصوص چین، همشون هر دوشون اصلا قابل قیاس نیست با ایران. اگر اینا اونجا امتیاز بگیرن، مثلا الان سارت یا چیز پیمان نظامی داره میبنده، توافق اعلام کرده و این مثلا روسیه رو کاملا میتونه به طور نسبی، چون ترامپ خارج میشد دیگه از این پیمان و این هزینه های سنگینی رو به هر حال به روسیه که اقتصاد ضعیف داره تحمیل میکرد، ولی به هر حال نظم جهانی و خطر جهانی رو به شدت افزایش میداد. هسته‌ای رو به نظر بین المللی به هر حال خطرناک برای صلح، ولی به هر حال سیاست که عوض شده مثلا یک موردیه. مورد های دیگه هم هستن که اتفاق خواهد افتاد. اینا حوزه های سازش هم دارن، در این حال حوزه های تنش هم دارن. دولت جدید خواهد اینا رو مدیریت کنه به نحوی که اجماع جهانی رو برقرار کنه. این سیاستی که اصلا روشن دارن اجرا میکنن و ایران در این زمینه چیزی نداره. ایران جز این که هر کاری بکنه فراری بده، حتی متحدین نزدیکشو هیچی نداره، چون به شدت همه چیزش بسیار تحریک کننده است، همه چیزش بسیار متضاد با شرایط بسیار بین المللی محلی فلان. مثلا روسیه گفته در مورد محل و بعد منطقه هم باید بشیم با ایران سازش کنیم، جداگانه کنیم، برجام نیاریم. یعنی اونم هست ولی در این حوزه نیاریمش، چون این خراب میکنه قضیه رو. منظورم اینه که این احتمال جهانی کاملا وجود داره که اتفاق بیفته. به عنوان سوال آخر، این کنفرانس داووس شما همیشه روش متمرکز بودین و اینا، باز در حال در واقع در این کنفرانس در حال شکل‌گیریه و در واقع یک گزارشی رو آکسفام انتشار داد که گفت که 8 میلیارد جهان بیش از 3 میلیارد و 600 میلیون انسان ثروت دارن و 62 تا ثروتمند جهان به اندازه نصف جهان ثروت دارن و موقعیت وحشتناک جهان رو توصیف کرد، موقعیتی که الان با شرایط کرونایی بسیار بسیار وحشتناکتر شده. فاصله در واقع فقرا و رانده شدگان از زندگی در واقع اینقدر زیاد با اون میلیاردهایی که در یک اتوبوس جا میگیرن که غیر قابل چشم‌پوشه. این کنفرانس رو چطور ارزیابی میکنید تو این شرایط کرونایی و فکر میکنید چه تصویری این به اصطلاح کنفرانس میلیاردرها میتونه برای جهان ما در بر داشته باشه و نتایج چقدر فرصت داریم؟ من بدونم که حدوداً درده. چون عرض و طول این بحث رو باید جمع کرد، چون خیلی مهم هست و خیلی هم زیاده، جنبه های مختلف داره، بتونم زمان رو تزیین کنم باشه. کمه ولی خب من سعی میکنم تلگرافی فقط بگم، چون جز این راه دیگه ندارم. اگر میخوام تصویر عمومی بدم، مسئله بر سر این هستش که این نشست های سالانه که داووس تشکیل میده، نشست های هستن که فروم جهانی سرمایه‌دارانه که نشست رسمی دولتی تصمیم های خیلی قطعنامه اینا نمیگیرن، ولی بسیار مهمه که یک نوع سرمایه‌داری جهانی نشست یک مجمع جهانی برگزار میکنه و مسائل، چون سرمایه جهانی شده نه، این نهادی هم باید جهانی وجود داشته که سرمایه‌داران هم بتونن بسیار خودشون که اصلا ارباب این جهان هستن بتونن با همین مشورت هایی بکنن و بعد بتونن بینن اصلا اوضاع چجوری هست، چون جهان به این بزرگی رو به این مسائل پیش در پیشش رو بخواییم کنترل کنیم فلان کنیم، فقط هم از طریق قدرت های رسمی نمیشه، اون جای خودشو داره، ولی به قول معروف قدرت های نرم هم جای خودشو داره، مناسبات نرم.
این اون نشستی است که در واقع مکمل اون نهادهای رسمی هستن و به شکل بسیار انعطاف پذیری مسائل سالانه رو به شکل مشخصتری بررسی میکنن، با هم مبادله میکنن. در اینجا سیاستمداران، اقتصادداران، تمام به اصطلاح دولتمداران، همه اینا توش هستن، یعنی شرکت میکنن، یعنی بخشهای مختلف نظام سرمایه داری، آپاراتهای مختلفشون. پس بنابراین از این زاویه مهمه که یک برشی میده بر وضعیت جهان و معلومه که امروز مسئله جهان تحلیل کردن و خود جهان سرمایه‌داری مهمتر مسئله هر شهروند جهانی است. حالا کسی که چپ و کمونیست و اینها هم که میدونه که اون پسر جای خودشون ها همیشه مسئله شون این بوده که سرمایه چگونه به سر جهان رو تاراج میکنه و چگونه بعضی ضریبه قرار بگیره و تمام حرکات سکناتش رو رصد کنن، نقد کنن تضادهاش رو تا بتونن جنبش ها از این زاویه ها و مسائل پیشروی کنن، یعنی جنبش هم متقابلا فروم ها، نشست ها و مجامع خودش رو طبعا داره و باید داشته باشه، ولی در واقع حریف و دشمنش هم اینه که باید این رو بررسی کنه. این مسئله این است که امسال در شرایط کرونایی به شکل ویژه‌ای هم برگزار شد آنلاینی و خب اون چیز رسمی و اینا رو نداره، مشکل مخصوصا که چند هزار نفر تو شرکت میکردن اصلا قابل چنین چیزی نبود جمع شدنی. این مسائلی که این دفعه مطرحه چندین مسئله برجسته شده، یعنی اینا گریشی هستن که مسائل مهم رو ما میتونیم زیر ضربه قرار بدیم ببینیم چه هست اصلا مسائلی که به هر حال اینا میبینن و ما به اصطلاح در سطح جهان میبینیم از منظر سرمایه‌داران حالا چه هستش. یک مسئله که مطرح شده اینه که قرارداد اجتماعی جدید چیزیست که خیلی مهمه، موضوعیتش مهمه، نه الزام موضع اونها چه خواهد بود و چه هست. یعنی جهان در بحث‌های قبلی من کردم این کار خودم به سهم خودم اونجا با هم که چگونه به صلاح دوران گذشته سپری شده و چگونه دوران جدید نمیتونه سر بر بیاره، مناسبات، قراردادها، در واقع این بحرانی که امروز ما میبینیم ناشی از همینه، در یک بیان فرمال کلی که مناسبات قراردادهای اجتماعی قبلی مثلا منسوخ شدن در عمل نه رسما منسوخ شدن و قراردادهای جدیدی که بیاد جایگزینش بشه گوشت و پوست نداره. در این خلا، در این ملتقای بحران خیلی چیزا سر برمی‌داره، فوران میکنن که اصلا در شرایطی که کنترل میشد اتفاق نمیافتاد و همین دلیل ما در این و سرمایه‌داری نمیتونه اینا تحمل کنه که خلا وجود داشته باشه، بحران، انتقال و بعد اوضاع کنترل دستش در میره. ولی خب الان تحمل شده بهش، با اراده گرایی هم نمیتونه، خیلی تلاش میکنن. این نشست هم سهمی از این بحث داره. پس بنابراین مسئله اول یک قرارداد اجتماعی است که منسوخ شده، کهنه شده، اینا میخوان ببینن چگونه خلل رو پر کنن. منشوری که از بالا بیاد معلومه چی خواهد شد واسه سرمایه‌داران، ولی جنبش ها هم برای خودشون منشوری رو از زاویه دیگه تنظیم باید بکنن و میکنن، یعنی افکار رو باید کاملا مثلا آگاه بشه، شکل بشه که چگونه مثلا ما در مورد محیط زیست، در مورد مسائل بین‌المللی، رسانه‌ای، تهدیدها، مسئله هسته‌ای و خیلی مسائل، منشوری که امروز لازمه خطوط اصلیش چه هست، فرد و نخدی مثلا یک حقوق بشر و انسانی جدیدی که اونا همه مربوط به اون گذشته ها بود. پس بنابراین مسئله اینه که اینا متوجه شدن که اون این نشون میده، اینا متوجه شدن که بحث گذاشتن و میذارن که قرارداد اجتماعی کهنه شده، منسوخ شده و لازمه. مثلا اون چیزی که ما میدونیم جنبش ها اینه که از بالا چیزی در نخواهد اومد، حتی مثل گذشته هم اتفاق نخواهد افتاد، چون سرمایه‌داری دیگه اون سرمایه‌داری نیست، فربه شده، هیولا شده، از بخچی در رفته و سر جاش گذاشتن کار حضرت فیله، به این سادگی نیست. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که محیط زیست به شدت بسیار بحرانی شده و صنعت متناسب و مثبت برای محیط زیست در دستور قرار گرفته که این به معنی جراحی بزرگی در
خود سرمایه‌داری هست که اون مثلا صنایعی که معطوف به گذشته بوده که چون طبیعتاً از اونجا اومده بیرون سرمایه‌داری و اونا جان سختن و مبارزه میکنن و اجازه نمیدن چون اونا هم قدرت دارن. از قضا اینو اشاره کنم تو پرانتز که ترامپ یکی از منابع قدرتش از همینا بود، از این بخش از سرمایه‌داری. پس بنابراین اونها هستند و ولی خب اومدن رفتن بایدن رفتن ترامپ اومدن بایدن آمریکا وارد مثلا پیمان پاریس شد، یک جهتهایی رو در این جهت نشون میده ولی به هیچ وجه اون اصلا ابعادی که لازم این تکانه سرمایه‌داری نه نداره. ولی به هر حال مسئله اینقدر حاده که آتشتگی ها و ایرانی ها که همونطوری که رئیس سازمان ملل گوتش گفته دیگه مسئله بحران مسئله دیروز و گذشته و فردا اینا امروز مسئله است، پس فردام نیست، آینده هم نیست، همین امروز مسئله است. یعنی هر روز داره فاجعهش نشون میده، ابعادش نشون میده، در مهاجرت، در گرسنگی، در خوش شدن، در کرب و خیلی مسائلی. پس بنابراین مسئله دوم اینه. مسئله سوم قدرت رسانه هاست که بحث، یعنی رسانه هایی که قور شدن، این جامعه ثانوی که تولید شده کنترل وسیله چندین انحصار به اصطلاح بسیار قلم کس دولت ها نمیتونه از عهدش بر بیان و نوکر اونا ابزار اونا هستن و واقعا هم همینطور هست. البته خودشون پرورده کردن تربیه کردن اینا رو و میکنن چون اینا اصلا گلی سرسبد نظام سرمایه‌داری هستن، چیزی از خارجی نمیاد که تبلور شد. پس برابر این مسئله دوم و سوم. مسئله چهارم اینه که نئولیبرالیسم در واقع سیاست هاش بحرانی شده. بعد سیاست هایی در مورد تجدید مثل سرمایه ثروت یه مقدار به اصطلاح رفرم ها مطرح بشه. ببین اینجور مسائل اونجا مطرح نه که تصمیم گیری بشه، اصلا همه اینا رو میاد دکور مطرح میکنن، فردا همه اینا میره تو ویترین دوباره. تو سال هاست نشست ها هست از این حرف ها زیاد مطرح میکنن، ولی منظورم از این زاویه بود که بدونیم که چنین به اصطلاح بحث های چنین برشی در جامعه هستش که ما مثلا بعد یکم که بازنگری در مصرف مطرح کردن، اینا متوجه شدن که این مصرف که هست به شکل امروزی با خود محیط زیست در تناسب نیست و سرمایه‌داری دیگه نمیتونه به این شدت ادامه بده. حالا اگر فرصت باشه من یه چندین صحبت رو که یکی از گردانندگان این نشست شواب که یک دکتر مهندس شناس هست چیزبار مطرح میکنم، این که خودش اصلا گرداننده این فروم بوده و مثلا مبتکرش هست بوده و جمع میکنه اینا نقش اساسی داشته، یکی از اون کارش گزاران اصلیشه یه مسائل مطرح کرده از جمله از آغاز نوعی بزرگ صحبت کرده در نوشته هاش در مقالاتش تنظیم مجدد مثلا اولویت های جهانی رو گفته باید عوض بشه تیتر زده، یعنی یکی از فرصت های مثلا بازنگری در کاپیتالیسم. کاپیتالیسم به این شکل دیگه نمیتونه از در این خودش میگم در رأس سازمان دهندگانی بوده ادامه پیدا کنه. این مسئله دیگه، مسئله که نئولیبرالیسم روزگار خودش گذرونده، یعنی 4-5 دهه که تاخت و تاز کرده این وضعیت رسونده دیگه میگن آشنقشوره دیگه الان این داره میگه، یعنی خوب روشنه دیگه کاپیتالیسم هم دیگه نمیتونه به شکل نئولیبرالیسم تاکنونیش از در این ادامه بعد رفرم های تغییرات صورت بگیره که کی بکنه پیدا کنید اون پرتغال فروش را، چون خود اینا اصلا دولت ها دستیانده اینا شده را. مسئله پس این است تأکید بر رشد، رشد چون سرمایه‌داری که از شعاراش اینه با این هم فقط میتونه حرکت کنه بیکران بدون مصرف بدون به صلاح توازن بدون اینکه خود سود و جنون مصرف مسئله اصلیشه، این رشد باید کنترل بشه. مسئله پس بنابراین اگه من فرصت ندارم دو سه تا رو بعد متاسفانه فرصت نیست، این حتما باید بهش بپردازیم چون مسئله فرارهای مالیاتی در واقع فاصله نه فقط فاصله طبقاتی بین ثروت 1% با 99% ها، بلکه فاصله کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر حاشیه شدگی بسیار از کشورها، همه اینا میشه یک بحثی که قطعا لازمه که ما هفته آینده در این رابطه با هم داشته باشیم.
این در شما فقیه روزبه گرامی و شما بیندگان عزیز تلویزیون برنامه‌ای که به چشم